اقتصاد سیاسی ایران، سازوکارها و چشماندازها. به دانشگاه مردم خوش آمدید. بنابراین به بخش پنجم میپردازم با این طرح مسئله که جریانهای فکری اقتصادی در قبال بحرانهای کلیدی ششگانه جامعه ایران چه نوع موازی رو اختیار میکنن. در ستون راست نحوه تحقق و عملکرد شش حلقه زنجیره انباشت سرمایه رو آنگونه که در ایران خصوصا سالهای پس از جنگ بروز کرده آوردم، به قراری که قبل‌ترها در بخش‌های پیشین بهش اشاره کردم، و در ستون دوم هم بحران‌های متعاقبه این نوع شکل تحقق حلقه‌های زنجیره انباشت سرمایه به سه جریان اشاره می‌کنم. نولیبرال‌ها در ایران که مایلن خودشان رو پیروان اقتصاد بازار آزاد رقابتی نامگذاری کنن، سوسیال دموکرات ها که در ایران غالبا خصوصا در محافل اقتصادی تو حوزه فکری و و در حدود از 20 سال پیش به این سبت تمایل عمیقی دارن که خودشون رو نهادگرا نامگذاری کنن، و نیز مجموعه چپ رادیکال که تفاوتش با دو گروه قبلی در این است که اگر نولیبرال ها، اگر نهادگرهای سوسیال دموکرات حقیقی و حقوقی امکان حضور، امکان فعالیت، امکان بروز، امکان شدن دارن، امکانات لوجستیک فراوان دارن، در واقع پیوندهای افقی و عمودی با نیروهای سیاسی و و دارن، چپ رادیکال برعکس همه اینها عمدتاً وجه هویتی داره، تشکیلاتی. در درون ایران ما نمیتونیم از چپ رادیکال سخن بگوییم، عملا تشکیلاتی وجود نداره، بنابراین از یک نیروی هویتی سخن میگم. به نولیبرال ها میپردازم. در مورد حلقه اول، در فلسفه سیاسیشون به طور کلی با نابرابری ثروت اونگاه که از تولید غیر از فعالیت های غیر سرمایه دارانه باشه مخالفن. در تولید سرمایه دارانه اگر منجر به در حقیقت نابرابری ثروت بشه، فلسفه سیاسیشون تا حد زیادی در حقیقت همسویی داره با تأیید این نابرابری ثروت. در ایران عمدتاً این معضل رو، معضل نابرابری ثروت رو، محصول پدیده رانت‌جویی میدانن در بدنه دولت، و به طریق اولا راه حلشون هم کوچکسازی دولته، با این توضیح که کمتر پیامشون و خواستشون و فشارشون برای کوچکسازی دولت معطوف است به هزینه‌هایی که برای انباشت سرمایه است، کمتر معطوف است به هزینه‌هایی که برای تحکیم ساز و برگ‌های ایدئولوژیک دولت در چارچوب نهادهای سیاسی به وقوع می‌پیونده، و همه بار این کوچک‌سازی به هزینه‌هایی مرتبطه که با در حقیقت خدمات اجتماعی دولت که از قضا نص صریح قانون اساسی است متمرکز میشه. در مورد حلقه دوم، معتقد هستند ظرفیت‌های محیط زیست باید مشمول بازاری سازی بشن، به عبارتی باید مشمول خرید و فروش بشن، و این خرید و فروش هست و این بازاری شدنش هست که از قضا از نگاه اینها میتواند تخریب محیط زیست رو مهار بکنه. من وارد اجزایش نمیشم. در زمینه حلقه سوم اعتقاد به انعطاف پذیر کردن بازار کار دارن که همون اسم رمز مطیع سازی نیروی کار هست. بازار کار آنگاه انعطاف دارد که بر حسب اقتضای سود صاحبان سرمایه نیروی کار رو در اختیار بگیرن، استخدام بکنن یا نه اخراج بکنن. انعطافش بیشتر به بخش نیروی کار برمیگرده. در زمینه حلقه چهارم، معتقد هستند به قیمت‌های بازار متکی باشیم، فضای کسب و کار رو هم بهبود ببخشیم، و البته سیاست‌های دیگه‌ای که من اینجا بهش نمی‌پردازم چون موازه رو به طور کلی دارم اشاره می‌کنم، بهش معتقد هستند و معتقدن از این رهگذره که تولید ارزش می‌تواند در ایران تحکیم پیدا بکنه. در حلقه پنجم به مزیت‌های نسبی معتقد هستند، در زمینه‌هایی تولید بکنیم و در زمینه‌های واردات داشته باشیم که در اولی مزیت داریم و در دومی مزیت نداریم. به همین قیاس
خواهان آزادسازی تجاری بیش از اون چیزی هستن که تا کنون داشتیم. و البته ملاک اصلیشون هم چه در این حلقه چه در حلقه قبلی رقابت هست. رقابت رو دامن بزنیم، مسائل بعدی خود به خود در زمینه تولید و تحقق ارزش حل خواهد شد. در زمینه حلقه ششم هم آزادسازی حساب سرمایه رو ازش دفاع میکنن و همچنین تمهید زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و به طور کلی بهبود فضای کسب و کار، چه برای تولید کنندگان داخلی و چه برای تولید کنندگان خارجی که در چارچوب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در اقتصاد ملی ما میتونن وارد بشن. نهادگراهای سوسیال دموکرات در زمینه حلقه اول یعنی نابرابری ثروت، اونها نیز همون تعلیلی رو، همون علتیابی رو دارن که نولیبرال ها دارن. رانتجویی رو مهمترین و اصلی ترین عامل نابرابری بی سابقه در ثروت میدونن، با این تفاوت که به جای صرف کوچکسازی دولت بر بهبود در حقیقت عمل کرده دولت، حکمرانی خوب هم متمرکز هستند و ترکیب بهینه‌ای از دولت و بازار رو تو هر بخش بر حسب شرایط خاصی که داره توصیه میکنن. میتوانن بر حسب مورد طرفدار کوچکسازی دولت باشن یا نباشن، شرایط خاص براشون اصل هست. در زمینه حلقه دوم اونها نیز به بازاری سازی ظرفیت های محیط زیست و تعمیق حقوق مالکیت خصوصا خصوصی بر ظرفیت های محیط زیست معتقد هستند. در زمینه حلقه سوم بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار، اینها نیز از انعطاف پذیر کردن بازار کار دفاع میکنند، نه صراحتا، غالبا با سکوت تایید آمیزشون در زمینه موقتی سازی نیروی کار، خروج کارگاهی زیر 10 نفر و چیزهای از این دست. اما برای بازندگان این بازی، صاحبان نیروی کار که از رهگذر انعطاف پذیر شدن در حقیقت بازار کار زیان می‌بینند، معتقدند دولت باید بیاد وسط، نقش‌آفرینی حمایتی بکنه در چارچوب تأمین اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی و به طور کلی یک تور اجتماعی که افتادگان رو در این تور جذب بکنه. در زمینه حلقه چهارم معتقد هستند به حمایت آگاهانه و فعالانه دولت از سرمایه مولد و به طور کلی فعالیت‌های مولد در برابر سرمایه نامولد، در خصوص اون بخش از منابع اقتصادی که در واقع معطوف می‌شود به تحکیم ساز و برگ‌های ایدئولوژیک دولت، غالباً یا سخن نمی‌گویند یا اگر سخن بگویند چنان در پرده است که گویی سخن نگفتند. در حلقه پنجم حمایت‌گرایی دولت از تولید مولد داخلی در بخش‌های پیشگام در برابر تولیدات خارجی رو توصیه می‌کنند، نه ضرورتاً مزیت نسبی رو، نه آزادسازی تجاری رو و چیزهای از این دست. و در زمینه حلقه ششم جذب سرمایه خارجی رو به دقت، خصوصاً در زمینه جذب در حقیقت تکنولوژی‌های پیشگام ازش دفاع می‌کنند، به همین قیاس بهبود فضای کسب و کار. اما چپ رادیکال که در حقیقت همونجور که عرض کردم هویت تشکیلاتی نداره، بیشتر وجه هویتی داره، در واقع افراد هستند و من دارم از یه میانگینی صحبت میکنم، چه در مورد چپ رادیکال چه دو نهله دیگری که اشاره کردم از میانگین ها صحبت میکنم و میانگین یه دروغه. اگر میانگین معدل نمره من در ترم قبل مثلا 15 شده، بسیار محتمله که هیچ یک از دروسم نمره 15 نداشته باشن. میانگین دروغ بزرگی است که خیلی توضیح دهنده است، خیلی روشن کننده است. به همین قیاس من از میانگین چپ رادیکال سخن میگم، با تمایزی که میتوان بین کوتاه مدت و دراز مدت برشون برقرار کرد. کوتاه مدت مادامی استمرار داره که توازن قوای طبقاتی در سطوح گوناگون محلی و ملی و بین المللی و منطقه‌ای حدوداً همین باشه که هست، به زیان طبقات مردمی. هنگامی به دراز مدت گام می‌گذاریم که این توازن در حال تغییر باشه، میتونیم منطقاً صداهای پرشماری رو پشت سر بذاریم و کماکان در کوتاه مدت باشیم، یا برعکس
کوتاه و دراز مدت به زمانبندی خاصی اشاره نمی کنند. در زمینه تو دوره کوتاه مدت عمدتاً چپ رادیکال یا بخش‌های عمده‌ای از چپ رادیکال از جهاتی همسویی‌هایی با در حقیقت نهادگرایان سوسیال دموکراتیک دارند. به این ترتیب که در حقیقت نقش‌آفرینی دولت برای حمایت از طبقات پایینی را ازش دفاع می‌کنند و در مقابل البته برخلاف نهادگرایان هر گونه تعرضی به منافع طبقات مردمی به لحاظ فکری می‌ایستند. مشخصاً در زمینه حلقه اول پروژه‌شون دموکراتیزه کردن دولت هست و نیز سایر نهادهای غیر بازاری در کوتاه مدت. در زمینه حلقه دوم معتقد به کالازدایی، درجات گوناگونی از کالازدایی از طبیعت دارند. ما وضعیتی رو نداریم که طبیعت یا کالا باشد یا نباشد. بین این بودن نبودن، بین این صفر و یک طیفی از خصلت کالا بودگی طبیعت و عناصر گوناگون طبیعت، ظرفیت های محیط زیست رو داریم. حتی المقدور در ظرفیت های محیط زیست در مقیاس های وسیع، از سوی دیگر تقویت نهادهای صیانت کننده از محیط زیست نسبت به نهادهای استفاده کننده از محیط زیست در بدنه دولت هست. در حلقه سوم از کالازدایی از نیروی کار دفاع می کنم. باز مثل طبیعت اینگونه نیست که کار یا کالا باشد یا نباشد. نیروی کاری که از بیمه اجتماعی برخورداره در قیاس با نیروی کاری که از این نابرخوردار هست درجه کالایی شدگیش کمتر است. در حلقه چهارم از حمایت دولت از سرمایه مولد بدون تضعیف طبقات مردمی دفاع میکنن. یعنی اگر نهادگرایان، اگر نولیبرال ها، اونها هم سرجم معدلشون دفاع از تولید دارن، اما در ایران عملا از این جهت که هر گونه اصلاح اقتصادی آنگونه که اونها میپسندن، چنانچه در حوزه های بانکی، مالیاتی، گمرک، کجا و کجا و کجا باشه، عملا با منافع گروه های زینف پرقدرت مستقر در طبقه سیاسی حاکم در تناقض هست، همه فشار بهبود تولید نه ضرورتاً در برنامه های نوشته شده، نه ضرورتاً در سیاست های طراحی شده، بلکه عمدتاً در سطح اجرا به سوی دو کانالی کانالیزه میشه که در اونجا هیچ گونه مقاومت مؤثری در برابرش نیست. یعنی یک، هدایت میشه به سمت در حقیقت کاهش سهمبری نیروی کار در جایی که جنبش کارگری مؤثری وجود نداره، و دیگری در به سمت هرچه ارزان‌تر کردن و دسترس پذیرتر کردن ظرفیت‌های محیط زیست در جایی که هیچ گونه جنبش متشکل صیانت از محیط زیست وجود نداره. بسیار خوب، چپ رادیکال در کوتاه مدت در این حلقه چهارم خواهان هدایت فشارها به سمت کاهش سهمبری انواع فعالیت‌های نامولد، اعم از سرمایه، بخش خصوصی یا دولتی هست، به نفع فراکسیون‌های مولد در این زمینه. در زمینه حلقه پنجم نیز حمایت دولت از تولید مولد داخلی رو در دستور کار قرار میده، و نهایتاً در حلقه ششم عمدتاً ممانعت از فرار سرمایه به دست دولت رو حمایت میکنه. اما در دراز مدت کماکان در حلقه اول دموکراتیزه کردن دولت پروژه اصلیش گیرم به درجات بالاتری، در حلقه دوم خواهان انحلال حق مالکیت خصوصی در بر عناصر طبیعت، بر ظرفیت‌های محیط زیست هست در سطوح گوناگون، و نیز در حلقه سوم خواهان انحلال کار مزدی است. اما سه حلقه بعدی تکلیفشون در دو حلقه قبلی روشن شد. اونگاه که حقوق مالکیت خصوصی بر ظرفیت‌های محیط زیست، ابزار تولید و عوام منحل میشه و کار مزدی نیز منحل شده، اونگاه که به طور مطلق به حد اعلا کالازدایی از طبیعت و کار هر دو صورت گرفته، سرمایه ای نمیمونه که حالا نزاع بین مولد یا نامولد، نزاع بین سرمایه داخلی یا سرمایه خارجی و نزاع بین انباشت سرمایه در داخل یا خارج محل بحث باشه. و به این اعتبار
این نکته ضروری است تاکید بر اون که سرمایه هم که میگیم نه تعریف متعارف در کتاب‌های درسی سرمایه عبارت است از ماشینالات و ساختمان و اینها. چپ رادیکال با ابزارهای تولید مشکل نداره. انحلال سرمایه به منزله انحلال نوعی رابطه بین دو دسته یا چند دسته از آدم‌ها، رابطه‌ای که برای محیط زیست، دموکراسی، کارایی و نیز عدالت اجتماعی مثمر ثمر نیست، مد نظر است. خب استراتژی‌های جریان‌های فکری سه‌گانه‌ای که عرض کردم که در واقع چکیده مواضعشون هست رو به این ترتیب عرض می‌کنم. یعنی نولیبرال‌ها به دنبال باز کردن گره تولید سرمایه‌دارانه در ایران از طریق تحکیم هرچه شدیدتر مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه هستند. اگر موفق بشن، کما اینکه تاکنون تا حد زیادی موفق شدن در سال‌های پس از جنگ، با توفیق برنامه‌های خودشون رو به اجرا بذارن، به احتمال بسیار زیاد موضوعی که لحظات دیگر محل بحثم خواهد بود، یعنی بحران کنترل ناپذیری اقتصاد ایران، تقدیر تاریخی ما خواهد بود. نهادگراهای سوسیال دموکرات به دنبال باز کردن گره تولید سرمایه‌دارانه برای تقویت سرمایه مولد و تولید داخلی و انباشت سرمایه درون کشور با اتکا بر لایه‌های فوقانی هرم قدرت سیاسی هستند، اما در این حال فاقد هر گونه پروژه تصریحی یا تلویحی سیاسی مکمل برای رفع موانع سیاسی اجرای برنامه‌های اقتصادیشون در ساختار سیاسی کنونی هستند. چپ رادیکال فقط ورژن دراز مدت، نه در کوتاه مدت، به دنبال برپایی نوعی سازمان تولید غیر سرمایه دارانه است که از طریق انحلال مناسبات طبقاتی سرمایه دارانه با اتکا بر لایه‌های تحتانی هرم قدرت سیاسی، با اتکا بر طبقات مردمی صورت می‌گیرد. در این حال چپ رادیکال فاقد اجماعی حداقل بر سر مقصد حرکتش، نقشه راه برای حرکتش و نیز اون نیروی محرکه، اون ایجنسی که باید این حرکت رو انجام بده هستن، نه اینکه در خصوص مقصد، نقشه راه و سوژه تغییر پاسخ نداشته باشن، اما فاقد حداقلی از اجماع در این زمینه ها هستند. و به این اعتبار بسیار ضعف شدیدی دارند در داشتن نوعی برنامه سیاسی برای تقویت قدرت طبقات مردمی، برای تقویت قدرت لایه‌های تحتانی هرم قدرت سیاسی که در حقیقت اصلی ترین برنامه‌شون است. من گفتم تقویت مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه همراه با تضعیف تولید سرمایه‌دارانه در دراز مدت نمیتواند اتفاق بیفته. یک جایی نظر به تعاملاتی که این بحران ها با هم دارن، با بحران کنترل ناپذیری نظام اقتصادی مواجه میشیم. اما آیا پیشبینی بحران کنترل ناپذیری یک پیشبینی تاریخی هست؟ پاسخم منفی است. برای اینکه پیشبینی تاریخی داشته باشیم باید نقش آفرینی ساختارها رو در نظر بگیریم. به همون اندازه یه سری ساختارها هستن مستقیم بر انباشت سرمایه مؤثرن، باید ببینیمشون. همچنین ساختارهایی که غیر مستقیم مؤثرن بر انباشت سرمایه باید وارد تحلیلمون بشن. سوای ساختارها باید نقش آفرینی انواع عملیات‌های جمعی، طبقاتی، قومیتی، ژئوپلیتیک، سیاسی، نظامی و بعد دیده بشه، چه اونهایی که مستقیم بر انباشت سرمایه مؤثرن، چه اونهایی که غیر مستقیم روی انباشت سرمایه تأثیر میگذارد. این چهار عنصر، یعنی ساختارهای مستقیم یا غیر مستقیم مؤثر بر انباشت سرمایه، عملیات‌های مستقیم یا غیر مستقیم مؤثر بر انباشت سرمایه، اگر در تحلیلی دیده بشند، در حدی که یک تحلیل میتواند پیشبینی بکند، پیشبینی تاریخی تحقق پیدا کرده است، نه وقوعش. منظورم پیشبینی
لحاظ منزله گزاره تحقق پیدا کرده. من چنین پیشبینی رو در چارچوب تحلیلی که عرضه کردم نداشتم، به این دلیل که از این چهار در حقیقت دایره‌ای که در میان این جدول می‌بینید فقط و فقط روی ساختارهای مستقیماً مؤثر بر انباشت سرمایه متمرکز شدم. من ندیدم تأثیر ساختارهایی رو که غیر مستقیم رو انباشت سرمایه، زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران مؤثرن. به همین قیاس عاملیت‌های جمعی رو از هر نوع سنخی در بحثم ندیدم. حرفمو تصحیح بکنم، نه اینکه ندیدم، انتزاع کردم. انتزاع یعنی ندیدن، دیدن اما به دیده نگرفتن، برای بهتر دیدن اون چیزی که شما معتقد هستید مهمه، باید دیده بشه تو چنین چارچوبه. اون چیز یک گرایش ساختاری هستش، گرایش ساختاری اقتصاد ایران به سوی بحران کنترل ناپذیری. چیزی که میتونه این گرایش تاریخی رو که در حقیقت شکل بگیرد و ممانعت بکنه، شکل‌گیری انواع عملیات‌های دست جمعی مترقی هستش. اینکه این بحران کنترل ناپذیری چه زمانی تحقق پیدا کنه، ضرباهنگ تحققش به چه ترتیب باشه، شکل تحقق این بحران کنترل ناپذیری چه باشه، همه و همه در پیوند با نقش کلیدی انواع عملیات‌های دست جمعی هم از مترقی یا غیرو میتواند باشد که در بحث من نادیده گرفته شد. به این اعتبار آنچه که میتوان گفت صرفاً گرایش ساختاری اقتصاد ایران به سوی بحران کنترل ناپذیری است. اتفاقاً ضرورت تمرکز بر ساختن عملیات‌های جمعی مترقی که همیشه ضرورت داشتن امروز بیش از پیش در حقیقت به نظر میرسه. خیلی ممنونم از توجه شما.